خیلی سپاس از شما خانم نظر اینقدر کوبنده صحبت کردن که خواب از سرمون پریدن آقا اسمه یکی خیلی سپاس از شما مشروطه و مشروطه خواهی از ابتدا با نوگرایی همگام بوده و در جهت پیشرفت و بهبود شرایط سیاسی ایران یعنی آزادی و ترقی خواهی و ناسیونالیسم با همت میهن پرستان تجددخواه پا به عرصه وجود نهاده. حزب مشروطه ایران با الهام از مشروطه با الهام از آرمان‌های مشروطه بنیان نهاده شده است و خواهان برقراری پادشاهی مشروطه پارلمانی به کاندیداتوری شاهزاده رضا پهلوی برای پادشاهی آن در جهت سازماندهی پیکار برای رهایی و بازسازی ایران بر پایه یگانگی ملی، تمامیت ارضی، استقلال کشور، بر پایه مردم سالاری در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر پایه‌ریزی شده است. شوربختانه با وجود حکومت فاشیستی مذهبی جمهوری اسلامی ما ایرانیان یکی از بدترین و سیاه‌ترین روزگاران خود را تجربه می‌کنیم. در شرایطی که زنان و مردان در کشورهای مدرن امروزی آزادانه در کنار هم زندگی می‌کنند و در جهت پیشرفت‌های علمی و ساختن فردایی بهتر هستند، مردم ما در ایران با ارتجایی‌ترین قوانین دست پنجه نرم می‌کنند و برای ابتدایی‌ترین حقوق فردی و مدنی خود نظیر نوع پوشش، حق ورود به ورزشگاه‌ها و مطالبات حداقلی صنف‌های کارگری و جامعه معلمین در حال مبارزه هستند. ما ایرانیان از اولین مردمان در منطقه بودیم که با انقلاب مشروطه تجددخواهی و پیشرفت در مسیر رسیدن به ملل مترقی جهان گام برداشتیم. اما حالا با وجود چنین سیستم فاسدی نه تنها قطار پیشرفت را از حرکت باز داشتیم بلکه به 1400 سال قبل برگشتیم و این خواست جوانان نواندیش ما نیست. بیش از نیمی از جمعیت ایران را جوانان تشکیل می‌دهند. جوانانی که سرشار از امید و نگاه به آینده هستند. نسل جوان امروزی با دسترسی به تکنولوژی نوین ارتباطی نگاه متفاوت و مدرنی به زندگی و آینده خود دارد. طبق آمار داخلی بیش از 80% جوانان بین 18 تا 36 سال در ایران به صورت میانگین هفته 40 ساعت از اینترنت استفاده می کنند. افزایش استفاده از تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی که پنجره‌ای را رو به دنیای قرن 21 باز می‌کند، ابزار روشنگری را فراهم کرده و عرفی‌گرایی را رفته رفته جایگزین مذهب‌گرایی تحمیلی می‌کند که خود نقش مهمی در شکاف بین نسل‌ها یا همان اشتیاق به مدرنیته را در جوانان ایجاد کرده است و همچنین ابزار باعث شده که ایرانیان به ویژه بانوان با حقوق انسانی خود آشناتر و با انگیزه و قدرت بیشتری برای احقاق مطالبات خود ایستادگی کنند، روسری از سر بردارند، هشتگ درست کنند، با شعارهای حق طلبانه و مصاحبه هایی که حتی از درون سلول های زندان می کنند صدای خود را به جهانیان برسانند. تلاش و ایستادگی بانوان ایرانی برای شکستن سدهای آهنین و تابوهای مرسوم جامعه سراسر مذهب زده و مردسالارانه ای که توسط جمهوری اسلامی از روز نخست پیش روی آنها نهاده شده چنان استوار است که حتی حاضر به پرداختن بیشترین هزینه های ممکن به قیمت از دست دادن زندگیشان هم هستند. ماجرای خودسوزی سحر خدایاری یا دختر آبی که به خاطر تبعیض جنسیتی منع ورود به ورزشگاه ها به 6 ماه زندان محکوم شد، یا اسماعیل بخشی و سپیده قلیان که آبان سال گذشته در پی اعتراضات کارگران هفت‌تپه بازداشت شدند و در زیر شکنجه وادار به اعترافات دروغین اجباری شدند، جمعاً به 32 سال زندان محکوم شدند اما باز دست از مبارزه بر نداشتند و از شکنجه‌هایی که توسط نیروهای به اصطلاح امنیتی برداشته شده بودند پرده برداشتند. نمونه بارزی از مبارزه جوانان برای احیای مطالبات از دست رفته خود که از دیر یا زود موج عظیمی از جوانان دیگر کشور را با خود همراه کرده. ناسیونالیست که تجلی اراده ملی برای حفظ حقوق و هویت است در بین جوانان بیش از پیش مشهود است. جوانان ایران بیش از هر قشر دیگر جامعه به مسئولیت و وظیفه خود پی بردند و می‌دانند که بجز همبستگی و تکیه بر خرد و دانش و امید به آینده نمی‌توان به آزادی رسید. حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات
بنا را بر جوانگرایی نهاده است. در حال حاضر بیش از نیمی از اعضای حزب را افراد زیر 40 سال تشکیل می‌دهند. این شاید به این دلیل باشد که اهداف مدرن و امروزی این حزب با خواست جوانان امروزی جامعه ایران همخوانی بیشتری دارد و نیز شخصی را که ما برای آینده ایران به عنوان پادشاه مشروطه در نظر داریم، شاهزاده رضا پهلوی را سمبل آزادی‌خواهی و امید به آینده بهتر می‌بینند. حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات هرگز توانایی‌های بانوان و جوانان را نادیده نگرفته است، بلکه با افتخار به عنوان یکی از اولین حزب‌های سیاسی ایرانی است که یک بانو بالاترین مقام حزب یعنی دبیر کلی را به توسط انتخابات کنگره عهده‌دار شده، که این امر نه فقط برای ما بلکه برای سیاست‌ورزی در ایران نوید یک آینده بهتر و پیشرو دارد. من به عنوان مسئول کارگروه نوهموندان حزب مشروطه اعلام می‌کنم که از ابتدای آغاز به کار شورای مرکزی یعنی از سپتامبر 2018 تا کنون و سود بردن از ابزار نوین رسانه‌ای، نه تنها تعداد قابل توجهی از هموطنان درون و برون مرز درخواست عضویت نمودند، که در 6 ماهه نخست 40% از کل نوهموندان که تازه به این حزب پیوستند را بانوان و جوانان تشکیل دادند و این رقم در 6 ماهه دوم سال به بیش از 60% رسیده است، که میتوان نشانگر رشد روزافزون مخالفان جمهوری اسلامی و حس مسئولیت پذیری شهروندان را به دست گرفتن سرنوشت خود دانست و نشان میدهد که این حس در بین بانوان و جوانان که همواره در صف اول مبارزه قرار دارند بیشترین لطمه را از این حکومت خوردند از توجه خاصی برخوردار است. ما پادشاهی مشروطه را بهترین و مناسبترین رژیم و شکل حکومت برای ایران میدانیم و از هیچ گونه تلاش قانونی و دموکراتیک برای برقراری نظام پادشاهی مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم پهلوی فروگذار نخواهیم کرد و نیز باور داریم که برای رهایی از این ننگ تاریخی و گذشتن از فاشیسم مذهبی و ساختن یک جامعه نوین ایرانی راهی جز مشارکت همه مردم نداریم. ما همه ایرانیان در چهار گوشه جهان، خصوصا جوانان که آینده سازان ایران فردا هستند، را در فرو ریختن دیوارهای ترس و بدگمانی که یگانگی و بهروزی ملت ما را تهدید می‌کند فرا می‌خوانیم، که به عنوان وارثان تاریخ و فرهنگ مشترک و پر افتخار دست در دست هم کشورمان را به دست خود و با اراده خود رقم بزنیم. در این پیکار با اهریمن به حزب مشروطه ایران بپیوندیم. ما حزبی برای اکنون و آینده ایران ساخته‌ایم. خیلی سپاس.